خب سلام دوستان، در قسمت بعدی آموزش برنامه‌نویسی با VBA در مایکروسافت ویزیو هستیم. در جلسه قبل ما برنامه رو توی یک ماژول VBA نوشتیم که از طریق اون برنامه دو کار رو انجام دادیم. اول اینکه یک ورودی از کار برگرفتیم که مدت زمان شبیه سازی ما بودش، و دوم اینکه از چرخه های while و for استفاده کردیم و با جملات شرطی if آشنا شدیم. خب از input box استفاده کرده بودیم واسه اینکه ورودی رو از کاربر بگیریم، و بعدش از چرخه while استفاده کردیم و درونش از یک جمله شرطی if واسه اینکه اگر کاربر cancel رو زد خارج بشه از برنامه‌مون، و اگر چیزی به غیر از عدد رو زد و اوکی کرد دوباره از ما بخواد سوال بگه که ورودی چند باشه و اینو به صورت عدد بخواد که وارد کنه کاربر. و خب ما اینطوری تونستیم دیتا ولیدیشن خودمون رو انجام بدیم و مطمئن بشیم که کاربر عدد یا وارد میکنه یا اینکه کنسل رو میزنه. خب ما این کار رو توی یک ماژول انجام داده بودیم که ماژول ما اینجا بودش، و من اومدم واسه اینکه کدم رو بهینه تر کرده باشم قبلی ها رو پاک کردم و این ماژول خودم رو به اینجا اضافه کردم، و خب به این صورت ما این کار رو انجام داده بودیم که ورودی گرفتیم، چرخه وایلد و شرط ایف رو انجام داده بودیم و تونستیم اعتباس انجام. کار بعدی که انجام داده بودیم از فور و ایف استفاده کرده بودیم واسه اینکه بتونیم استارت ایونت خودمون رو، یعنی نقطه شروعمون رو بشناسیم که نقطه ای هستش که مشتریان وارد رستوران ما میشه تو این فرآیندی که میخواییم شبیه سازی کنیم. خب تو این قسمت میخواییم تولید یک مشتری رو با هم صحبت کنیم. در حقیقت ما به صورت کلی اگه بخوایم صحبت کنیم میخواییم اینزرت کردن و ساختن یک شیپ توسط VBA که به صورت خودکار انجام بشه رو یاد بگیریم که چجوری یک شیپ رو میتونیم توی ویزیو توسط برنامه‌نویسی قرار بدیم. خب این شیپی که میخواییم انجام بدیم علاوه بر قرار دادن این که فقط یک شیپ نیستش که میخواییم بذاریم، کار دیگه ای که میخواییم انجام بدیم این که هم به صورت احتمالی باشه، که حالا اولیش احتمالی نیست چون میخواییم کلان تو زمان شبیه سازی یه دونه شیپ، یه دونه مشتری وارد بشه. و دومین تفاوتش اینه که واسه اینکه ما بتونیم مشتریان بیشتری داشته باشیم، فقط یه دونه مشتری تو شبیه سازیمون که نباید وارد بشه، تعداد حالا نامعینی از مشتریان باید وارد فرآیندمون بشه. به خاطر همین ما از آرایه ها میخواییم استفاده کنیم و با آرایه ها آشنا بشیم. خب من توی اول اومدم یه متغیری به نام کاستومر کانت رو تعریف کردم و گفتم این یکه. چرا این یکه؟ به خاطر اینکه اومدم از این یک به عنوان صفر استفاده کردم. خب وقتی که از آرایه ما میخواییم استفاده کنیم باید بدونیم که شمارش آرایه ها توی متغیر آرایه از صفر شروع میشه، و به خاطر همین من اینجا کاستومر کانت هم که یک هستش و دوباره منهای یک کردم که بگم صفر هستش، و چون ما راحت تر هستیم که از یک خودمون شروع کنیم، انسان ها راحت تر از یک شروع کنم، به خاطر همین من اینجا کاستومر یک قرار دادم و با کامپیوتر بهش گفتم که تو از صفر ولی شروع کن، چون کامپیوترها اصولا آرایه ها از صفر شروع میکنن. خب آرایه چی هستش؟ من اومدم اینجا یک متغیر آرایه اول تعریف کردم به نام Customer's Arrival، اول Customer Name List خب، و یه Customer Arrival و یه دونه هم Customer Time In System، خب یکم اینجا و یکم Entrance. اینا همه آرایه ای هستن، پس یه متغیر آرایه ای به این صورت تعریف میشه: دیم Customer، حالا هر متغیر اسم متغیر، پرانتز باز و بسته، دیتا تایپی که میخواییم داشته باشه، چون اینجا نیم هستش، نیم رو از string من تعریف کردم. خب این پرانتز باز و بسته میتونه بهتر هستش که داخلش عدد باشه، مثلا 5 باشه، 6 باشه، حالا هر عددی باشه که نمایانگر اندازه آرای من هستش. پس اینکه با اگر خالی باشه، ما گفتیم فعلا نمیدونم آرایم چه عددی داره، بعدم بهت میگم
چه اندازه ای داره بدن میگیره. حالا یعنی چی آرایه اندازه داشته باشه و آرایه چی هستش؟ آرایه رو میتونین به این صورت نگاه کنین، به عنوان یک لیست که توش متغیر قرار میده. بیاین مثلا اینجا به صورت یه شکل اگه من بخوام بهتون نشون بدم، میام اینجا یه لیستی رو داشته باشیم. خب فرض کنین یک لیست، یک ماتریس مانند. خب من توی این لیستم بذاریم فلشم خالی کنم، فیل کجا بود؟ خب فیلش رو خالی میکنم. خب من یک لیست دارم، یک ماتریس دارم به این صورت. ماتریس های من خب سطر دارن و ستون دارن، یعنی به این صورت طبقه بندی میشن و میتونن ستون هم داشته باشن. حالا ور بگیرم، فرض کنیم به این اندازه هستش. حالا من هماهنگ نکشتم، بهتر بود حالا ماتریس رو به صورت واقعی بتون نشونم، ولی خب چون دارم اینجا به صورت سری میخوام بگم، خب فرض کنیم به این صورت هستش ماتریس من. خب همونطور که میبینین طبقه بندی این به این صورت میشه که ما ستون داریم که اینها ستون های من هستن و سطر داریم. تو هر کدوم از این مربعها یک متغیر میتونه قرار داده بشه. حالا اون متغیر میتونه متنی باشه، عددی باشه، ویزیو شیپ باشه، ویزیو پیج باشه، هر چیزی میتونه باشه. خب آرایه من میتونه از n سطر و n ستون تشکیل شده باشه که اگر من تو زمان تعریف بیام بگم که از 5 سطر و 2 ستون تعریف بشه، که اینجا ما چند سطر و ستون داریم؟ 1 2 3 4 تا ستون داریم و 1 2 3 4 5 6 تا سطر داریم. میتونم بیام بگم چی؟ این آرایه من از 6 سطر و 4 ستون تشکیل شده باشه. اون وقت آرایه ماتریسی رو در حقیقت دارم که 6 سطر و ستون داره به این صورت، و هر چیزی رو میتونم تو اینجا قرار بدم که اینجا من تعریف کردم چی باشه؟ استرینگ باشه، متن رو تون قرار بدم. خب وقتی که من اینجا پرانتزا رو خالی میذارم، یعنی اینکه من نمیدونم در حال حاضر چند سطر و ستون دارم، بعدم برای تعریف کنم. وقتی که یک عدد فقط اینجا میذارم، تعداد سطرهای اون آرایه من رو تعریف کنه و فرض میکنه فقط یک ستون اینجا هستش. خب آرایه ها خیلی کاربرد زیادی دارن و ما خیلی ازشون استفاده خواهیم کرد، چون مثلا تو همین جایی که رفتیم من میخوام بگم کاستومر، یه لیست از کاستومر ها دارم، مشتریانم رو دارم که مشتری صفرم من اینجا توی این شکل، این قسمت سطر صفرم و اینم ستون صفرم هستش، این ستون صفر سطر صفر، بعد میشه سطر یک ستون یک و به همین ترتیب میره جلو. بخاطر همین من از صفر شروع کردم اینجا، یعنی مجبورم از صفر شروع کنم. بعد اومدم گفتم چی؟ این کاستومر لیست من اینجا، لیست من که آرای من هستش، اندازه صفرش. خب ریدیم کردم. توی وی بی ای ما باید قبل اینکه به آرایم یک چیزی رو تخصیص بخوام بدم، بهش بگم اندازش چقدر. آقا اگه از همینجا من تعریف کردم، خب مشکلی نیستش دیگه، اندازه سطر و ستونش رو میدونم و دیگه لازم نیستش باز تعریفش بکنم. اما وقتی که تعیین نکردمش، باید حتما باز تعریفش بکنم. پس من اینجا اومدم اینو باز تعریف کردمش، و خب چجوری باز تعریف میشه؟ با سینتکس ریدیم. وقتی که من می‌نویسم ریدیم، یعنی باز تعریف بکن، باز اعلام بکن این متغیرمو، حالا با این شرط که چی باشه؟ اندازش کاستومر کانت منهای یک باشه که میشه صفر. خب ما دو نوع ریدیم داریم در حقیقت. یه نوع هستش که وقتی من از ریدیم اینجا استفاده میکنم، فراموش میکنه که قبلی ها چی بوده و اونا رو پاک میکنه و دوباره میاره به همون صورت خالی، و حالا اینجا اگه صفر حالا 10 باشه 10 تا میذاره، و اگه من 9 تا قبلی رو پر کرده باشم خالی میکنه. ولی وقتی که از ریدیم
پریزرو استفاده میکنم، یعنی قبلی ها رو نگه دار. مثلا من اومدم اینجا از ریدیم پریزرو استفاده کردم و گفتم اگر کاستومر اینترنس من کاستومر اکانت من های یک بشه، مثلا اینجا بشه 10 تا، اون 9 تا قبلی ورود رو به خاطر بسپر. خب حالا اینجا لزومی نداشت من پریزرو استفاده کنم، همینطوره آورده بودم چون اولین مشتری من هستش، واسه اینکه ببینیم. خب حالا چجوری مشتری رو من ایجاد کردم، یه شکلی رو توی ویزیو انداختم. اول پس اومدم گفتم که اندازه آرایه منو تغییر بده و به صفر، یعنی یه دونه تبدیل بکن. بعد اومدم گفتم این آرایه من تو جایگاه صفرمش، چون این فقط یه ستون داره، جایگاه صفرم دیگه لازم نیستش که بگم ستون چندم، همون ستون صفرمو انتخاب میکنه. پس تو جایگاه صفرمش از تابه generate customer استفاده کن که متغیر ورودی اون start event هستش. بعد اسمشو بگیر بذارین تو، چون من اسمشو میخواستم دیگه. حالا generate customer چه تابه هستش و چجوری ورودی start event رو گرفته؟ generate customer تابه هستش که من خودم تعریفش کردم و قبلا تو ویزیو نبوده، پس یه تابه هستش که شخصی تعریف شده. و اگر یادتون باشه تو مقدمه بر ویزیو ما رفته بودیم insert procedure رو تعریف کرده بودیم. procedure خب چی بود؟ میتونستیم یه نوع sub داشته باشه، function داشته و property، که ما اینجا از sub و function استفاده میکنیم و property بیشتر واسه کلاس ها استفاده میشه، مشخصات. خب من میخوام اینجا واسه شی خودم یه یا sub داشته باشم یا function استفاده کنم. ساب رو دیدیم که من همین الان کل برنامه‌ام توی ساب انجام دادم. خب یه پرایوت سام نوشته بودم که اینجا اجرا بشه و ساب یه جور تابعی هست که خروجی نداره. خب ورودی ممکنه بگیره اما خروجی نداره. پس من اگه اینجا توی اینجایی که دیدیم اگر اینو به صورت ساب تعریف کنم، اون وقت نمیتونم ازش خروجی بگیرم، که من اینجا چیزی که قرار دادم اینجا مساوی، یعنی خروجی اونه. اون وقت دیگه اینو نباید می نوشتم و فقط اینو باید کال می کردم. می تونستیم اینجا کال بکنیم، خب چون من اینجا خروجی نگرفتم از تابم کال کردمش. می تونیم هم اینطوری بدون که کالش بکنیم اینجا قرار بدیم، اگه خروجی نخواهیم ازش بگیریم کال باید بکنیمش. خب حالا بریم این تابه رو ببینیم و ببینیم یه تابه چجوریه تعریف میشه. می تونستیم اینجا insert procedure یه فانکشن با مثلا کاستومر جنریتور غیره بزنیم و به صورت پابلیک یا پرایوتش رو بذاریم و آل لوکال وریبلز از استاتیستیک هم بذاریم که میگه تمام متغیرهای محلی اون ثابت باشن که نمیخوام استاتیکس. خب استاتیستیک یعنی آمار، استاتیکس یعنی ثابت. خب من که حالا اینجا قبلا تعریف کرده بودم، روش دیگری که حالا بیشتر استفاده میشه چون اینزرت کردن سخته دیگه، من میام انتهای سابم چیکار میکنم، یعنی وقتی که ساب اصلیم تموم شد اینجا اند سابو دارم، فانکشن ها و ساب های دیگه‌م رو میتونم تعریف کنم که به اونها بازخورد داشته باشه. میتونستم ماژول تعریف کنم که کلا یه برنامه جداگونه ران بکنه، ولی من اینا برنامه نیستن، اینا پروسیجر یا فانکشن هستن که میخوام ازشون استفاده کنم ورودی خروجی بگم، چون ماژولم ورودی خروجی به من نمیده و فقط میره یه برنامه مجزایی رو که حالا کوچیک یا بزرگ باشه اجرا میکنه. خب بیایم ببینیم این فانکشنی که تعریف کردم کجا هستش و چجوری کار میکنه. پس وقتی که من اینو اگه بریک پوینت بذارم اینجا، اولین فانکشن خودم، و برنامه‌مو اجرا کنم و مثلا یک رو بهش بدم اوکی کنم، تا اینجا برنامه من اجرا شد همونطور که گفتیم و حالا میخوام یه استپ برم داخل برنامه. اینجا وقتی که میخواد یه استپ بره تو، من استپ اینو تو رو بزنم، اگه اوور رو بزنم از اون تابه میگذره، ولی استپ این تو رو میذارم که بره داخل تابه. رفت توی این تابه کاستومر جنریتور، اومدم چیکار کردم توی کاستومر جنریتور نحوه تعریف فانکشنمو میخوام بگم. اومدم گفتم پرایوت یا پابلیکه. فرق پرایوت پابلیک رو که گفتیم، الان پرایوت یعنی فقط اینجا میتونم استفاده کنم، توی ماژولای دیگه تو جاهای دیگه نمیتونم ازشون استفاده کنم. خب منم جای دیگه استفاده ازش نداشتم و پرایوت تعریف کردم. پس اول میگیم که پرایوت هست یا پابلیک هست.
بعد میایم از کلمه فانکشن یا ساب استفاده میکنیم، چون من اینجا فانکشن میخواستم فانکشن رو قرار دادم. بعد میایم اسم فانکشنمون رو قرار میدیم و این اسم چیزی هست که خروجی رو هم میده، بعدا من باید مساوی بذارم و تخصیص بدم که اینجا این کار انجام شده. پس این خروجی من، مثل یه تابه در نظر ایگرگ مساوی ایکس، ایگرگ اینجا اسمش هستش و اینها ایکس ها و ورودی های من هستن. خب ورودی ها دو تا اسم دارن، از دیدگاه داخل تابه پارامتر گفته میشن، پارامترهای من چیا هستن، از دیدگاه خارج از تابه یعنی اینجا آرگومنت هستن، یعنی آرگومنت های این تابه استارت ایونت هستش و پارامتر آرگومنت هایی که اینجا تعریف میشه. حالا چجوری تعریف شده؟ بای وال شیپ نیم از استرینگ. خب این یعنی چی؟ من میتونستم بیام اینجا بدون بای وال بذارم. خب میاد اینجا چیکار میکنه؟ میگه ورودی این تابه من شیپ نیم باشه، یه متغیر اسم به کار بردم به عنوان استرینگ، این محلیه. خب حالا وقتی که من اینجا شیپ نیم رو وارد اینجا استارت ایونت من شیپ نیم بودش دیگه، درسته؟ استارت ایونت یه نیم بود که اینجا من تعریف کردم، حالا یه شیپ نیم من میتونم هر چیزی رو دیگه اینجا قرار بدم، فقط باید استرینگ باشه. خب پس اینجا من استرینگمو شیپ نیممو تعریف کردم به عنوان ورودی تابه. حالا بای وال چیه؟ ما یه بای وال داریم و یه دونه بای رف. بای رفرنس یا بای رف وقتی که این تابه رو، این ورودی رو میگیره، وارد این تابه من میشه، ممکنه تغییرات رو روی اون اعمال کنه از طریق رفرنس. پس این یه رفرنسی از روی مرجعش گرفته تغییرات اعمال میکنه و شیپی که خارج میشه استارتیمنت من دارای تغییراتی که تو تابه اتفاق افتاده خواهد بود. من نمیخوام، من میخوام یه ورودی بگیره بدون اینکه اون ورودی تغییر بکنه، فقط ایگرگ و خروجی منو بده. پس از بای وال استفاده کنم، بای ولیو، فقط از ولیوش استفاده کنم. از استرینگ که تعریف کردم میتونم اینتیجر باشه یا هر چیزی دیگه، هر تایپ دیگه. حالا این خروجی تابه من وقتی که پرانتز رو تعریف کردم میگم به چه شیوه هستش؟ از ویزیو شیپ، یک ویزیو شیپ هستش. پس این انگار یه متغیری تعریف شده که فانکشنه و این متغیر ویزیو شیپ هستش. پس من اینطوری اومدم تابم رو تعریف کردم. بعدش وقتی که اینجا اینتر رو بزنیم، خودش خودکار میاد اند فانکشن رو واسه ما میذاره. پس میگه تو این محدوده، وقتی که اند فانکشن رو گذاشتش، تو این محدوده میتونی فانکشن تو بنویسی. خب من اینجا حالا اومدم واسهتون بای وال و بای رف رو تعریف کردم. اینجا گفته this means that the actual address of the argument is passed to the procedure، توی به رویه قرار داده میشه و هر تغییری که به آرگومنت درون procedure، درون این تابه اتفاق بیفته، به خاطر سپرده میشه وقتی که از این تابه خارج بشه. و بای وال اینطور نیستش دیگه، تغییرات به یادش نمیمونه و همون ورودی اولیه رو خواهم داشت، همون استارتیمنت خودم داشتم. خب استارتیمنت رو بهش دادم، اونجا وارد شد، یه گام میریم جلو. خب گام اول میاد میگه چی؟ میگه set dual چی هستش؟ dual به معنی یک، حالا چی؟ یه عروسک انگلیسی. آره من اینجا خواستم معنی دار باشه، به خاطر من از dual استفاده کردم. یک عروسک یا dual رو قرار بده. خب اینجا چرا تعریف نشده عروسک؟ یا من بیام اینجا ببینم به صورت گلوبال هم تعریفش نکرد. خب این یه اشتباهه که انجام شده، باید اینجا تعریف بشه که دو چی هستش. من میام اینجا می‌نویسم دیم دو از ویدیو دات شیپ. خب میگم یه شیپ ویدیو هستش. حالا میگه اگه این تغییر رو بدی دیسانکشن پروژت ریسیت میشه، از اول میشه. حالا اشکال نداره، خط به خط خودمون داریم میریم جلو دیگه. خب اومدم گفتم قرار بده دوغ خودمو مساوی با چی؟ active document dot page 1 dot drop. خب drop یک ایونت هستش، یه در حقیقت رویه هستش که ران میکنه یک تابه ای رو توی شیء active document، شیء پیج 1 من. پس میگه در اکتیو داکیومنت هم که این باشد، تو پیج یکش که میاد این هستش،
قرار بده دراپ بنداز خب چی رو از مستر، مسترها که یادتون هست به اینا میگم مستر، خب از مستر پرسن. مستر پرسن چی هستش؟ مستر پرسن رو میاد پیدا میکنه، فانکشن یادم نمیاد مستر پرسن کجا بود، تو فلو چارت ها بود جنرال ها، یادم نمیاد که این مستر الان کجا هستش که من پیدا کردم. ویدیو اکسترا آیکون ست. خب حالا خودتون میتونیم بریم بعدم پیدا کنیم. آه اینا هاشش Workflow Objects. تو اینجا از مستر پرسن، این یه مستر هستش دیگه، وقتی که مینداختم اینجا شیپ میشد دیگه، هر کدوم از اینا یک مستر هستن. خب میاد میگه از مستر پرسن دراپ کن یه دونه پرسن رو که وقتی که دراپ بکنم اون وقت دیگه یک شی میشه، دراپ کن. حالا میگه بعدش کجا دراپ کن، ورودی بعدی تاب من. بیایم با هم یه بار بنویسیم که اینجا ببینیم تابمونو. خب از اکتیو داکیومنت دات پیج یک دات دراپ کن. خب حالا این در گفتم چه یه جور تابه هستش که تو این شیء من تعریف شده، چون پرانتز شیگره. وقتی که پرانتز میزنیم میگه آرگومانتاش اینا هستن. object to drop as an unknown. خب این چی هستش؟ میگه یه object، چه objectی رو بندازم؟ پس اینجا من میگم این object master person من، که person به صورت text وارد میشه و double quotationه. شما میخواییم مثلا هر masterی رو پیدا کنیم، فقط کافیه بیاین توی ویدیو اصلیتون مثلا اینو. خب مستر چی هستش؟ کاستومر هستش. اگه به جای پرسن من کاستومر بندازم، اینو با اینطوری میندازه وسط. و خب حالا یه ذره شیپش گنده بود، من از خود پرسن استفاده کردم. خب میاد میگه چی؟ پس اول آبجکتتو تعریف کن، شیعتو تعریف کن، بعد ویرگول ایکس پوزیشن از دابل. دابل خب یک عدد حقیقی هستش که تو ویدیو تعریف میشه. اگه من اینجا مثلا اینتیجر هم یه جور دابل هستش. ما با تایپ ها رو زیاد من اینجا واسهتون تعریف نکردم، یه دونه استرینگ گفتیم و یه دونه چیو اینتیجر رو. حالا اینجا اگه من بنویسم دیم مثلا ای از دابل، خب دابل یه عدد پیوسته رو، تقریبی پیوسته رو میتونیم با سرش تعریف کنیم که اشاری باشه، مثلا یک ممیز یک 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 رو میتونم تو این تعریف کنم. خب وقتی من از اینتیجر استفاده میکنم، حافظه کمتری رو توی این متغیرم توی رمم میگیره، بخاطر همین اگر خیلی مثلا متغیر داشته باشم ممکنه تاثیر گذار باشه. میتونیم توی این پروژه که کوچیکه است همه رو اصلا دابل در نظر بگیرین. دابل هم اشتباه نوشته بودم. خب میتونین همه رو دابل اصلا از در نظر بگیرین، زیاد شاید تاثیر نشه، ولی وقتی پروژه بزرگ هستش اینا میتونه تاثیرگذار باشه. تو خیلی از نرم افزارا و برنامه‌نویسی دیگه هم اینطوری هستش. خب اومد اینجا چی گفت؟ ادامه بدیم. پس به صورت یک دابل باید اینجا تعریف میشدش. اینجا تابع من اگر من یک رو هم قرار بدم، درسته که اینتیجر هست ولی میشناستش، چون به هر حال اون هم یک عدد حقیقی دیگه، یک مایز صفر 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 دیگه. خب پس اول پوزیشن ایکس هم و بعد پوزیشن ایگرگ هم و از شیپ به عنوان یک شیپ خروجی میده. میبینید دقیقا تابه هستش، یک تابه توی این شیعه من، توی شیعه پیج من که توش تعریف شده هستش. اینا کلاس هایی بودن توی ویدیو که اونا از پیش تعریف شدن. وقتی که من پیج یک رو گذاشتم، یک شیپ میشه که تو کلاس پیج ایجاد شده، که حالا اینا توی برنامه‌نویسی شیگرا خب حرفه‌ای تر، ولی شما اینجا فقط بدونید تو اکتیو داکیومنت پیج یک من دراپ کن بنداز یک شیعه مستر رو. مستر رو کجا بنداز؟ اومدم گفتم کجا بنداز؟ اومدم گفتم پوزیشن ایکس هم، اومدم گفتم پوزیشن ایکس من توی اکتیو داکیومنت پیج یک شیپس شیپ نیم منو بذار اینجا equal پین ایکس. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه پوزیشن ایکس من دقیقاً مرکز، یعنی دقیقاً نقطه ایکس استارت ایونت من باشه. یادتونه که اینجا استارت ایونت رو ورودی داده بودم، پس میاد اینجا شیپس استارت ایونت سلز از سلول پین ایکس. این سلول یعنی چی؟ این یه مشخصه هستش که
برمیگردونه، یه تابه است که برمیگردونه مکان x یا مکان یک ولیو مقدار سلولی رو. خب این سلول از کجا خونده شده؟ این سلول اگه من اینجا بیام شیپمو کلیک کنم و شیپ شیت رو بزنم، اینها مشخصات این شیء من هستن دیگه، که توی شیپ شیت ها ما قبلا توی فیلمی که در مورد تب دیولپر و شیپ شیت داشتیم صحبت میکنیم توضیح داده بودیم. خب این پین ایکس من کجاست توی این مشخصه؟ من میتونم اینجا، چون در واقع مشخصه تاب است، من میتونم اینجا تغییر هم بدم دیگه، مشخصه رو نمیشه رید اونلی اصولا تغییر نمیشه داد. خب من اومدم اینجا پین ایکس من، مکان ایکس من 58.5745، من اینو اومدم فراخوانی کردم. من از طریق تاب سل میتونم هر کدوم از این سلولایی که اینجا هستم و لازم دارم رو فراخوانی کنم، که بعدا خیلی جا اومدم شیپ دیتا رو فراخوانی کردم اگه حالا جلوتر بریم. پس اومدم گفتم سلز فراخوانی بکن پین ایکس هم که داخل دابل کوتیشن به عنوان ورودی تکس بهش میدم میذارم، پس میاد ایکس من میده. حالا کجا میندازه؟ ناکنین تو همین شیپ شیت اگر بگردین، من تعریف شده به صورت پیشفرض که ایکس و ایگرگ، ناکنین اینجا ایکس و ایگرگ از صفر بگیریم، مثلا اینجا دقیقا 58 خورده وسط مرکز اون شکل من ایکس و ایگرگ من هستش. پس به صورت پیشفرض و ویزیو مرکز یک شکل رو در نظر میگیره، اینجا هم مرکزش و اینجا هم مرکزش. پس میاد مرکز این دوتا رو از شیپ شیت من میخونه و میذاره تو این پوزیشن. خب بعد اومدم گفتم چی؟ ایگرگش هم به همین صورت، ایگرگش هم تعریف کن که نقطه ایگرگ استارت ایونت من باشه. پس میاد یه شیپ عروسک رو میندازه وسط. حالا بیاین اینجا رو از چیز ببینیم، به صورت عملی ببینیم. من وقتی که اینو بردارم، من اونجا بریک پوینت هم رو گذاشتم، وقتی که اینو پلی میکنم ورودی یک رو میدم اینتر میکنم، میاد اینجا. خب این دقیقا الان میخواد چیکار کنه؟ این کار رو واسه من انجام بده. من یه دونه استپ این تو میذارم میره مرحله بعد، بریم توی ویزیومون، ناکنین یک شکل پرسن رو واسه من انداختش. خب حالا میاد چیکار میکنه؟ گفتم اندازه پرسن منو تغییر بده اینجا، ناکنین اینجا پرسن من خیلی بزرگه دیگه. چجوری میتونم اندازه پرسنمو تغییر بدم؟ میاد توی اکتیو داکیومنت پیج 1 شیپس، اسم این عروسک دول منو بگیر به عنوان ورودی شیپ من، و وقتی که از متغیرهای ورودی استفاده من دیگه دابل کوتیشن نمیخواد، خودش این استرینگ هستش دیگه، میذاره توی شیپس. و سلول وید عرضشو میاد کجا؟ میاد اینجا شیپ شیتش رو باز میکنه. خب میاد اینجا میگه ناکن وید این سلول وید این رو برابر قرار داده با 15 میلیمتر. خب توی وی بی وقتی که میبینیم یه سل ویدمو، همون سلی که بهتون نشون دادمو، بذار 5 میلیمتر. حالا چرا 5 تقسیم بر 25 و نیم؟ به خاطر اینکه توی وی بی اینچ میفهمه، اینچ رو متوجه میشه. پس من باید بهش بگم چند اینچ. پس میلیمترم اول تقسیم بر این عدد میکنم که میشه 19 صدم. خب اینجا داره پایین به صورت پاپ اپ به من نشون میده 19 و 196 هزارم میشه، 196 هزارم اینچ. و وقتی که اینو وارد میکنم میاد دوباره توی شیت قرار میده 4.98 صدم میلیمتر، یعنی همون 5 میلیمتر خودم تقریبا رو اینجا قرار میده. توی شیپ شیت به صورت میلیمتر نشون میده، ولی وی بی به صورت اینچ میگیره. حالا اگه توجه کرده باشین وید این شده چند؟ 4 میلیمتر، ولی ارتفاعش هنوز همون مقدار 30 میلیمتر هستش، یعنی دراز شده و باریک. خب حالا اگه من یه استپ دیگه برم، الان دیگه ارتفاع من باید درست کرده باشه، شاید کرده 9 خورده میلیمتر، یعنی کوچولوش کرده. حالا کرده اینجا اگه توجه کنه هایش و ارتفاعش رو کردم 10 میلیمتر. خب بعد در آخر هم اومدم گفتم قرار بده ست کن کاستومر رو برابر با 2. خب پس کاستومر من که از ویزیو شیپ بود و وقتی که اینم دولمانم به صورت ویزیو شیپ هستش رو میذاره توی کاستومر، و این خروجی تابع من هستش. وقتی یه گام دیگه برم ان فانکشن میشه و میره دوباره اینجا. الان اگر توجه کنین کاستومر این یه گام رفته پایین، کاستومر نمبر لیست من توی کاستومر کانت منهای یک کم و صفر باشه برابر شده با پرسن،
یعنی اسم اون پرسن و نیمش رو گرفته. بعد حالا کاستومر اریوالمو که متغیر هست که میخوام بگم چه زمانی مشتری وارد شده، میگه این زمان. من اینجا یه کامنت گذاشتم چون حالا اسامی یکم فرق ممکنه مثلا زیاد میشه آدم حواسش نیست. اریوال خب به معنی ورود دیگه، میگه الان ورود کرد. این زمان ردیابی میکنه زمان آخرین ورود در فرایند، و هر وقت که یه دونه کاستومر وارد بشه من میگم ناو شده، اتفاق افتاده، میخوام ببینم آخرین ورود تو فرایند من کی بوده. پس اکنون آخرین ورود من هستش. اینم ارزیابی میکنم و تاریخ الان رو واسه من میذاره، آخرین تاریخ من رو از ساعت ویندوز میگیره و میذاره. خب تو گام بعدی دوباره من کاستومر اریوالز دارم، یه لیستی دارم که میخوام به ازای هر کاستومر ورودشو ردیابی کنم، ببینم کجا ورود کرده. حالا ورود به کجا رو، من اینجا ورود به هر لوکیشن رو میخوام داشته باشم. خب پس کاستومر من الان توی کاستومر کدوم هستش؟ کاستومر صفرم من، اولین کاستومری که وارد شده، اکنون وارد شده و وارد، حالا لوکیشن چی شده؟ آخرین لوکیشنی که توش وارد شده، حالا جلوتر بریم میبینیم. یعنی آخرین لوکیشن ایونت منه. اگه بیاد توی این شیپ من، آخرین لوکیشن اینجا هستش و اون لیست من تغییر میکنه. اینجا این لیست که اینجا داشتم حالا جلوتر تغییر میکنه که بعدا میبینیم. بعد من از ریدیم پریزیو استفاده کردم که گذشته رو به خاطر بسپره. خب دوباره یه گام میرم جلو، میشه کاستومر اینترنس، ورود کاستومر. این هم به ازای هر شیپ. خب یعنی اول من میام اینجا of the first interest of the customer، اولین ورود کاستومر من ریدیم میکنم، میگم خب کاستومر صفرم من کی وارد شده، اولین ورود. یعنی کلا این میخوام در واقع یه جوری این تایممو دارم نگه میدارم اینجا. حالا جلوتر باز متغیرها بیشتر معنی پیدا میکنن، متغیرها رو به صورت گزارش گیری خیلی کمک میکنم، اینا یه جوری متغیرهای گزارش گیری من هستن. خب لوکیشنش کجا بوده؟ من کاستومر من وقتی که وارد شده میخوام ببینم آخرین مکانی که کاستومر وجود داشته کجا بوده. اومدم یه آرای دیگه به ازای هر مشتری در آوردم، گفتن این مشتری صفر من الان لوکیشنش تو استارت ایونت، پس اینو تو یک جایی ذخیره کردم که جلوتر ازش استفاده میکنم. میرم گام بعدی، میگه استارت ایونت کال سل از پروپ دات توتال اینترنسشو برابر بده با چی؟ برابر بده با این مقدار به اضافه یک. خب اینجا چی داره به من میگه؟ میگه استارت ایونت رو میبینی؟ برو تو شیپ شیتش. خب اینجا شیپ شیتش رو باز کن و توی شیپ دیتا ناکنین من از کجا فهمیدم شیپ دیتا گفته پراپ دات توتال اینترنس. میام این سلول رو پیدا میکنم، این سلول فراخوانی شده دیگه. بیا اینو ببین، این سلول توی دیتا شیپ من هستش، توتال اینترنس من. خب کل ورود منو هر چقدر که بود الان صفر در حال حاضر، ناکنین ولیوش که حالا یکم بریم بالاتر ولیو ها رو میبینیم، اینجا ستون ولیو ها هستش، ولیوش صفر دیگه. میگه هر چقدر که بودش با توجه به این ورودی که انجام شده همون سلولو مقدار رو بگیر به اضافه یک کن. خب پس الان باید سلول من بشه چند؟ یک. میرم توی شیپ شیت ناکنین شده یک، توتال اینترنس من کل ورود من شده یک، و اینجا هم از دیتا گرافیک استفاده کردم شده یک، از صفر به یک تغییر کردش. خب یه گام دیگه میرم جلو، ایلپس تایم این لوکیشن، در حقیقت ایلپس که میشه فاصله زمانیه که گذشته. پس این متغیر من واسه این تعریف کردم که ببینم چقدر تو این لوکیشن الان کاستومر من قرار داده شده، در حال حاضر صفره، یعنی تازه ورود کرده و هیچی نگذشته، و این لپس تایم رو برابر با صفر قرار دادم که الان یه گام بزنم صفر رو تخصیص میده بشه، از امتی میشه صفر. خب بعد میاد میگه چی؟ کال آپدیت لوکیشن دیتا شیپ. خب من یه فانکشن دیگه ای دارم که شیپ و اسمش و ورودیش رو بهش میدم، میره تو این فانکشن من، چی بود اسمش؟ لوکیشن دیتا شیپ، آپدیت لوکیشن دیتا شیپ. خب میاد اینجا، اگه من یه استپ این تو هم بزنم هرچند میاد خودش دیگه، میاد اینجا. اینو فانکشن رو تعریف کردم که یه سری شیپ دیتا ها
تو این به روز رسانی بشه، که حالا خودتون جلوتر بریم ببینیم مثلا توتال کاست من، توتال کاست توتال من، بعد اینجا آره پوز مساویش کو اینا، کاست توتال من، اوریج کاست سیمولیتد، میانگین هزینه ای که شبیه سازی شده و میانگین زمان شبیه سازی من رو اینجا به دست میارم. در حقیقت اینا واسه ریپورت گیری هستن. این ریپورت ها رو نها کنین اینجا و اینجاها، هر کدوم از اینا که آپدیت میشن از طریق این متغیرهای تعریف شده واسه ریپورت گیری هستن، که اینجا میام ریپورت هامو شیپ دیتا هامو به روز رسانی میکنم و یه ریپورت من یه تیکش کامل میشه. خب از اینجا که گذشت اینو کال کردم و فراخونی کردم که ورودی هم بهش دادم. خب این که کامنت میاد، حالا وارد لوپ اصلی میشه. خب من اولا بهتون گفته بودم این قسمت بیشتر واسه اینکه بتونم یه خلاصه یا توضیح بدم که الان وی بی ای چجوری، آرایه ها چی هستن و ریدیم کردن چی هستش و تابه رو واسه تون توضیح بدم، اینو کلا جدا کردم که این اضافه است. من میتونم اینو حذفش کنم. خب البته باید یه سری اینیشیالایزیشن ها اضافه کنم بهش که یه سری چیزا رو تعریف بکنم اینجا توی این قسمت، به جای اینکه کل این تابه رو بنویسم، این قسمت رو بنویسم، بیام یه سری چیزای اولیه که لازمه رو تعریف کنم. بعد بیاد اینجا اولین کاستومر من تو همین لوپ من، لوپ اول منه دیگه، میاد میگه تو لوپ من کاستومر اول منم توضیح بده. پس من اینو به خاطر که بتونم یه خلاصه کامل و توضیح بر آرایا و توابع داشته باشم گفتم. خب تو جلسه بعدی ما وارد لوپ اصلیمون میشیم. لوپ اصلیمون تا زمانی اجرا میشه که دیوریشن ما 60 هستش، یعنی ای تایم که ایلپسد تایم در حال حاضر صفره و توی لوپ به روز رسانی میشه کوچیکتر از 60 باشه، که 60 الان من چون عدد یک دقیقه رو وارد کردم 60 دیگه، اون عددی که کاربر وارد میکنه رو به ثانیه تبدیل میکنه و تا زمانی که elapsed time کمتر از این باشه این لوپ ادامه پیدا میکنه. نها کنه آخر لوپ این واسه وایل دیگه، این ای تایم من اینجا آپدیت میشه، میبینه چقدر زمان گذشته. که حالا تو جلسه بعد ما وارد لوپ اصلی میشیم. لوپ اصلی رو براتون به صورت کلی توضیح میدم و به احتمال خیلی زیاد جلسه بعدی جلسه آخر ما باشه که این کد رو میبینیم و متوجه میشیم به صورت کل این کد چجوری ساخته شده. خب من توصیه میکنم که شما دوستان هم بیاین یه چنین کدی رو دوباره بنویسین که بتونه چیکار بکنه، همین کد رو بتونیم بنویسین که آرایا رو بگیره آپدیت کنه، یه تابه واسش بنویسین که گزارش ها رو آپدیت بکنه و غیره، یه دونه عروسک بندازه، یه دونه کاستومر رو بندازه و خب بتونه جلو بره. پس تو جلسه بعد من فرضم اینه که اینا رو خوب یاد گرفتین و میخوایم وارد لوپ اصلی بشیم و منطق شبیه سازی رو با هم جلو ببریم. ممنونم از توجهتون. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.